جام جهانی هنوز تمام نشده بود که حرف از رفتن کیروش به میون اومد. مرد چشمابی میگفت به خاطر عدم حمایت فدراسیون فوتبال ایران نمیتواند به کارش در تیم ملی ادامه دهد. اما نتیجه چیز دیگری شد. کیروش ماند، تیم ملی به دور دوم مسابقات آسیایی 2015 صعود کرد. مقابل عراق تیر آخر را در پنالتی خوردیم و باختیم و خداحافظ جام. یک ناکامی دیگر و باز هم شایعه، باز هم تیتر رسانه‌ها، باز هم کیروش. فدراسیون فوتبال دو دیدار دوستانه برای تیم ملی با شیلی و سوئد ترتیب داد و خبرهای غیر رسمی قوت گرفت، تا اینکه چند روز قبل از اعزام تیم ملی به این دو مسابقه دوستانه، کفاشیان رسما اعلام کرد که کیروش بعد از این دو بازی دوستانه از تیم ملی جدا می شود. وزارت ورزش وارد شد. جلسات برای رسیدن به تفاهم سه جانبه شد و بالاخره کیروش ماند. تصمیم گرفته شده با کیروش کار بشه. کسی هم اگه تمایلی به این کار نداره میتونه فدراسیون بره. شنبه 5 اردیبهشت 94 مرد پرتغالی از در فدراسیون بیرون آمد و از توافق خبر داد. هنوز 11 روز از توافق نگذشته بود که وزیر ورزش، یا بهتر بگوییم رئیس وزارتخانه حامی اصلی ماندن کیروش، ناگهان فرمان را پیچاند. ما توسط بیگانه یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، مردم ما تحقیر میشن. هیاهوی پیرامون فوتبال ایران انگار قرار نیست تمام شود و پرطرفدارترین ورزش دنیا لقب پرحاشیه ترین را هم در ایران یدک میکشه. خب گزارش رو دیدید، گفته ها و ناگفته های زیادی در اون بود. امشب مهمان ما در استودیو آقای دکتر دادکان هستن، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه. شب شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. ممنونم از مای بعد، سلامت باشید. و البته مهمان های دیگری هم داریم به صورت تلفنی. آقای حسنی خو، نماینده تام الاختیار وزیر ورزش در امور قرارداد مربوط به کیروش، و همچنین خداداد عزیزی از تبریز. آقای حسنی خو هم از مشهد مقدس در خدمتشون خواهیم بود. اگر دوستان اشاره میکنن آقای حسنی خو، آقای دکتر اگر اجازه بدید. آقای حسنی خو سلام، شب شما بخیر. سلام علیکم، شب شما بخیر. از مشهد مقدس نایب الزیاره شما هستم. التماس دعا. خب خوب هستین شما آقای حسنی خو؟ این موضع‌گیری وزیر ورزش رو قطعا شما هم شنیدید، و حالا به عنوان نماینده وزارت ورزش طبیعتا نماینده منتقد کیروش هم هستید امشب. به نظرتون سوالی که پیش میاد اینه که چطوری اصلا همچین چیزی ممکنه که گفته بودید اگر کسی انتقادی داره یا حمایت نمی‌کنه از کیروش، از فدراسیون بره بیرون؟ و الان ما با صدای شما رو شنیدیم. اگر اینطوری باشه، الان خود آقای گودرزی وزیر ورزش اولین نفریه که با توجه به صحبت‌های دیروز باید بذارن برن بیرون. من هیچ وقت نگفتم اگر کسی انتقادی داره بره. انتقاد سازنده یا حمایت نمی‌کنه. بله، انتقاد سازنده است و بالاخره طبیعیه که با انتقاد ساخته میشیم. ولی حسن... بحث ما این بود که آقا ما در فدراسیون فوتبال علل قاعده اگر کسی میخواد با ایشون کار بکنه و چوب لای چرخش میخواد بگذاره، علل قاعده این بحث مدیریتیه، بحث فنی هم نیست. در اونجا ما این هست کار بکنه و بالاخره فضا رو فراهم بکنیم برای اینکه مربی تیم ملی بتونه کار بکنه و بتونه موفقیت بیاره. بالاخره مردم منتظرن و منتظرن ببینن موفقیت های تیم ملی چگونه انجام میشه. علل قاعده فضا رو باید هممون فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته. آخه هنوز 11 روز شروع نشده، انتقادها شروع شده و صحبت‌های آقای وزیر خیلی صریح بود علیه کارلوس کیروش، اینطور نیست؟ ببینید آقای وزیر بحثشون این بود که خب پیش کسوتا خدمت ایشون رسیده بودن و موارد مختلفی رو مطرح می‌کردن، از جمله اینکه بالاخره در فدراسیون و وزارت ورزش حدود اونها رعایت نمیشه، پیش کسوتا مورد توجه قرار نمیگیرن، بحث اخلاق مداری در ورزش رو بله. مطرح میکردن، بحث عدم رعایت پیشکسوتا و حرمت شکنی، بحث انتقاد از صندوق حمایت از پیشکسوتا و اینکه مجمع فدراسیون فوتبال جایی برای پیشکسوتا نیست و به کارگیری افراد تازه وارد در مدیریت بله. ورزش و فوتبال
و این که مثلا بی حرمتی میشه و دقت زیادی نمیشه در ورود به ورزشگاه، مسائل مختلفی رو اون روز مطرح شد و پیشکسوتان مطرح کردن. آقای وزیر هم تو ذهنشون اینجوری بود که بحث حرمت به پیشکسوتان باید اصل قرار بگیره، بحث اخلاق باید اصل قرار بگیره و هر کسی در حدود خودش و در چارچوب خودش سخن بگه و رفتار بکنه و خارج از این کسی چیزی رو نگه و قانونی قدم بر بداره و در چارچوب‌های قانونی بتونه کار رو انجام بدن. و به نظر میرسه که ایشون تو ذهنش این بود که حالا منم با خود ایشون هم صحبت کردم، فهمودن که من تو ذهنم این بود که آقای کیروش بالاخره در این فضایی که ما داریم کار میکنیم، ایشون ما کارفرمای ایشون هستیم و ایشون بالاخره با ما دارن کار میکنن، نباید امر و نهی به ما بکنن، در چارچوب وظایفشون کار بکنن. تو جلسات خصوصی هم که من خدمتشون داشتم اینا رو عرض کردم که آقای کیروش شما تو چارچوب قرارداد باید عمل بکنید، تو اون تفاهم‌نامه‌ای هم که ما خدمتشون داشتیم این موارد من اونجا خدمتشون عرض کردم. ایشون هم تو همون غالب نظرشون این بود که این کارو انجام درسته. بشه و ما آقای حسنی خو حالا اگر لطف کنید ما باز هم می‌خوایم مزاحم شما بشیم پشت خط. جنبندی اینه که آقای کیروش از نگاه وزارت ورزش فراتر از اون اختیاراتی که داشته یا چارچوبی که براش مشخص شده کاری کرده دیگه، نه؟ پیشکسوتا نظرشون این بود و گله من، نه آقای کیروش، بحث فدراسیون فوتبال کدهایی که آقای وزیر میدادن به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشد. غریبه ای که اومده، بیگانه ای که اومده و میخواد ما رو تحقیر بکنه به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشه. بله، بحث های کیروش هم بود، ایشون بحثشون این بود که هر کسی تو چارچوب خودش باید قدم برداره و هر کسی تو چارچوب. خیلی متشکرم، همراه ما باشید لطفاً. ممنونم آقای حسن. خوب آقای دکتر خوب هستین، شما تقریبا کم کم تبدیل میشین به نوستراداموس. پیشبینیاتون درست درمیاد بعد از اینکه قرارداد بسته شد بین کیروش و فدراسیون فوتبال. شما گفتین اینا همه فیلمه و اینا یه جورایی به هر حال به درگیری و دعوا میکشه و از دیروز دیدیم که این اتفاق افتاد و بازتاب عجیبی هم داشت تو رسانه ها. چطوری اینجوری پیش بینی کردید؟ اجازه میفهمی آقای اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و از اینی که شبکه دو در این بخش از من دعوتی رو کرد صمیمانه سپاسگزاری میکنم. انشالله که هر کسی هر نقطه نظری داره غرض نباشه بتونه انتقاد کنه و حرفای خودشو بزنه. ممنونم از شما. اگه اجازه بدیم من حالا راجع به این که پیشبینی کرده بودم و این حرفا رو الان میگم خدمت شما. ببینید من از ابو سعید ابوالخیر شروع کنم. یکی میره خدمت ایشون میگه آقا انسان‌ها بزرگ شدن میتونن پرواز کنن، ایشون میگه پرنده هم پرواز میکنه. میگه انسان‌ها بزرگ شدن میتونن رو آب و تو آبم راه برن، میگه ماهی هم این کار انجام میده. میگه از نظر شما انسان بزرگ کیه؟ میگه اون کسی که اخلاق مدار باشه، اونی که صادق باشه، بی ریا باشه و توی مردمش باشه. حالا ببینیم جامعه ما امروز اینو پذیراست یا نه. من از صحبت‌های خود آقای حسنی خوش شروع می‌کنم. ایشون اشاره داشتن که هر کسی در چارچوب وظایف خودش عمل کنه. کی معتقد به اینی؟ چارچوب وظایف شما اینه که راجع به سرمربی تیم ملی حرف بزنی. شما مسئول حراستی. شما خودت داری میگی هر کی در چارچوب وظایفش حرف بزن. شما وظایف فنیه؟ خداییش کی حرف شما رو میپذیره؟ خب آقای وزیر ورزش شاید بهشون اختیار داده. وزیر ورزش همچین اختیاری رو نمیتونه بده. ببخشید وقتی میگین در چارچوب قوانین رعایت اخلاق، رعایت کرامت انسانی، رعایت نسب، همه اینا رو که میبریم ایشون میتونه بگه اگه کسی در فدراسیون بر علیه ایشون حرف بزنه بره. خب شما میدونید نه شما کیروشو میخواین نه آقای کفاشیان. اجازه میدی خدای حسنی خو؟ آقای حسنی خو بله در خدمت شما هستیم، اگر حق شما محفوظه برای پاسخ دادن. خدمت شما هستم. من هیچ وقت مسائل فنی دخالت نکردم، اگر موردی دارم دوستان بگم. در مورد بحث این که عرض کردم که کسی نمیتونه با کیروش کار بکنه، بحثم بحث مدیریتی است و بحث دخالت در این امر نیست و موضع بنده به عنوان مشاور وزیر بحثمون این بود که یه سری ابهامات در رفتار بینه سرمربی تیم ملی و بحث خدمت شما از بکنم فدراسیون فوتبال بود که ما برای اینکه این موضوع روشن بشه و تکلیف روشن بشه که آقا وزارتخونه تو این موضوع میخواد آقای کیروش بمونه و فضا رو هم فراهم کردیم. ما اگر نمیخواستیم آقای کیروش بمونه
خیلی کارا رو نمی‌کردیم. آقای حسنی خوب، من یه سوال جسارتاً بپرسم از خدمت شما. خیلی اظهار نظرهای شما سینوسیه، یعنی پیدا و نه شخص شما رو من منظورم نیست، کلا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد آقای کارلوس کیروش، یعنی بله. پیدا و پنهانش مشخص نیست. من نمیدونم، هراس از بخشی از افکار عمومیه. شما خودتون میدونید که این بحث فراتر از چارچوب بودن، حداقل بین نزدیکان شما، خود آقای اسدی هم من باهاشون صحبت میکردم قبلا، این یه بحث کاملا جدیه. خود آقای وزیر ورزش هم قطعا با یه بک‌گراند و پیشینه به این نکته اشاره کرده. اگر واقعا این جوریه و شما رضایت ندارید، پس چرا قاطعانه و صریح با مردم صحبت نمیکنید، بگید آقا این مشکل هست. یا از نظر فنی مثلا یه اشاره های امروز داشته آقای وزیر، اگر واقعا معتقدید چرا نمیایید علنا بگید و ازش دفاع بکنید و باش قرارداد نبندید مثلا؟ ولی وقتی میبندید دیگه این اخلاقی نیست که مثلا یه اتفاق دیگه، یه حرف دیگه بیاد بیرون. قبول دارید این نکته رو؟ بله کاملا من قبول دارم این بحث اخلاقیه و این فرمایش جناب آقای دادستان که اخلاق اصله، برای ما هم این مطلب اصله و باید رعایت بشه. اگر ورزش پهلوانی و اخلاق اصل نباشه، بالاخره ما دچار مشکل میشیم. خب الان به نظر شما رعایت شده؟ مثلا شما قرارداد می‌بندید؟ من به خدمت شما عرض کنم. ببینید اون چی که مسلمه، ما در جمع‌بندیمون در وزارت ورزش این بود که آقا آقای کیروش با شرایط فعلی باید بمونن، حتما باید بمونن و فضا رو هم فراهم کردیم. بنده نماینده وزیر ورزش بودم، به عنوان مشاور ایشون رفته بودم اونجا، نه به عنوان مدیر کل حراست، به عنوان نماینده ایشون، که مقدمات رو فراهم کنیم برای موندن ایشون. شما اگر دقت بکنید تو جلساتی که بنده با آقای کیروش داشتم و جناب آقای کپاشیان، فضا رو فراهم کردیم که ایشون بمونه و حتی آقای کپاشیان خودشون تو اون جلسه. چرا بمونه؟ برای اینکه با این موقعیت فعلی امکان رفتنش خب نبود. چرا؟ از نظر فنی؟ اینی که بتونیم جایگزین مناسبی مثلا داشته باشه فدراسیون. بعد ما اصلا دنبال این موضوع نبود. بحث جایگزینی بود یا فشار افکار عمومی؟ نه اگه اختلافی بین فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی هست ما بریم حل بکنیم. اگر ابهامی هست بریم حل بکنیم. درسته. تقریبا مسائل شد تا اونجایی که امکان داشت و به وزارت خونه مربوط میشد ما حل کردیم. بعد 10 روز بعد دوباره این نشون میده که هیچی حل نشده. چرا؟ ببینید تو همین مدت 10 روزه ما 2 تا اقدام انجام دادیم که خود آقای کپاشیان و آقای کیروش میتونن شهادت بدن که این اقدامات انجام شده. اول فضا رو ما تلطیف کردیم، یه مقدار مشکلات چقدر هم تلطیف شد با این صحبت های وزیر. یه مقدار مشکلات مالی رو ما حل کردیم، علارغم اینکه ما مشکل مالی داشتیم به فدراسیون کمک کردیم برای اینکه بحث مالیات آقای کیروش حل بشه. ما یه جلسه مشترکی رو آقای دکتر مناف هاشمی، جناب کپاشیان، بنده، آقای نوری، مدیر کل مالیات استان تهران گذاشتیم برای حل مشکل ممنوع خروجی ایشون. این اقدامات برای حل مشکل آقای کیروش انجام شده. حالا من در مورد مشکلاتی که داشته آقای کیروش در مورد همین مالیات و اینا، در مورد مالیات و اینا می‌خوام مزاحم شما بشیم. اگر اجازه بدید، چند دقیقه اجازه بدید پشت خط، من مجددا در خدمت شما خواهم بود. آقای دات‌کان بگم بقیه شما. ببینید نه وزارت ورزش نه فدراسیون فوتبال کیروش رو نمیخواد. خود آقای کیروش هم میدونه، شاید هم به من الان گفتن نشسته گوش بده. واقعا با این حواشی که برای شما هست و این صحبت ها، واقعا کیروش با اون اسم و رسمش میمونه؟ مطمئن باشین دیگه نمیمونه. و هدف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اینه که کیروش نباشه. ما رفتیم تلطیف کنیم بمون، حتی فدراسیون تلطیف کنیم بمونه اینا نیست. پس چرا باش قرارداد بستن؟ ببینی هم شما قرارداد میبندی زمینه رو ایجاد نکنی و مربی میمونه؟ این حرف و حدیث ها باشه میمونه؟ چه نیاز وزیر ورزش این حرفا رو راجع به آقای کیروش با کد بزنه؟ من یه سوال میکنم از همین آقای حسنی خو که اینجا هستن. تقاضام اینه که خواهشن این مطلب رو صراحتن بگم. یه جلسه بوده آقای وزیر با پیشکتفت و مربی ها و بحث این بوده، آقای نجف زاده خواهش همه گوش بدی، بحث این بوده فساد، اخلاق مداری، لومپنیز. نصف بیشتر ایناری که شما دعوت کرده بودی همه‌شون اینا رو دارن، یعنی جزء لومپنیسمان، جزء فسادا، کنار شما هم اومدن نشستن. شما جلسه گذاشتی بر علیه فساد و لومپنیزم و جهت ارائه اخلاق مداری با کسایی که خودشون در دلالی و فساد لومپنیزم نقش دارن که چه کاری رو حل بکنید؟ هیچی. اجازه بدین آقای حسنی خو میگه نه وزارت ورزش رو حل کنه. من به شما بگم این نیست، این رابطه هم حسنه نمیشه، به دلیل اینکه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به یه نوعی برای ساختار جدید فوتبال تصمیماتی گرفتن.
بذاری مردم بدونن. خسته شدن خدا شده این مردم از دروغ، از ریا، از این مسائلی که مطرح میکنیم یه دونه درش صداقت نیست. چرا نیام راست بگیم؟ کیروش برین توی اتاق حساب مالیشو بکنیم، خداحافظ شما بره، هم از ما راضی باشه، هم باستای بینون مللیش خوب باشه. که چی؟ ما کیروشو میخوایم، با پا میکشیم جلو، با دست پس میزنیم، یا برعکس به والله نمیخوایم کیروشو. بیاییم به مردم راست بگیم چرا اختیاراتی رو به کیروش دادیم، حالا قبل از البته دولت جدید بوده، اختیارات رو به کیروش دادیم، حالا کیروش اون اختیارات رو میخوایم ازش بگیریم دیگه کار نمیکنه. شما گفتی آقا این کار با تو، اعزام با تو، نفر با تو، سرپرست با تو، پول اردوها با تو، همه این اختیارات دادیم کیروش، امروز میخوایم ازش بگیریم، قبول نمیکنه. درسته. آقای دکتر اگر اجازه بدید، خداداد عزیزی بله. با ما هستن از تبریز، شب شما بخیر آقای عزیزی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای نجف‌زاده، همچنین استاد بزرگمون آقای دادخان، در خدمت شما قربان. آقای عزیزی نظر شما چیه؟ شنیدید بحث‌های ما رو؟ من بحث‌های شما رو به خوبی گوش کردم و لذت بردم از صحبت‌های آقای دادخان. آقای دادخان من فکر می‌کنم صداقتشون برای همه روشنه. من فکر کنم آقای دادخان همه حرفا رو زد و واقعا من تعجب، من نفهمیدم در مورد صحبت‌های آقای حسنی خور، نفهمیدم یه جوری صحبت کردن که موافقن مخالفن، من نفهمیدم واقعا. منم اعتقاد دارم آقا دو تا حالت داره دیگه، یا آقای کیروش بمونه یا بره. بیایم صادقانه رفتار کنیم، اگه قراره بمونه همه بیایم کمکش کنیم. چه جوری هم کمکش کنیم؟ اینجوری کمکش کنیم آقا از ایشون بخوایم به ما کمک کنه، ما هم به ایشون کمک کنیم. نه مثل قرارداد 4 سال قبلش که هر سالی 9 ماه پرتغال باشه 3 ماه بیا تو فوتبال ما. ایشون با ما قرارداد داره یه ساله، یه ماهشو بره مرخصی، 2 ماهشو بره مرخصی، 10 ماه دیگه‌ش آقای دادخان به خوبی متوجه میشه من چی میگم، 10 ماه دیگه‌ش بیاد داره مربیای ما کلاس بذاره، بیاد تدریس کنه، ایشون یکم بزرگترین مربیای دنیاست، ولی ایشون 9 ماهش نیست، 3 ماهش هست، اون 3 ماهش هم بازیای پرسپولیس نمیاد ببینه، کمکاشو میفرسته. من فکر میکنم با توجه به قراردادی که ایشون داشته با ما، ایشون موظفه که بهترین شرایط برای فوتبال ما مهیا کنه و بتونه فوتبال ما متحول کنه. الان اگر موندنیه کمکش کنه، اگر هم نیست بگفته آقای دادگان قشنگیش به اینه که آقا باش پیشینن بگن آقا این طلبت، این پولت، آقای شما برو، کی میگه وقتیست برای آوردن مربی؟ آقای خداداد شما هم نظرتون، یعنی مجموعا اینه که الان داره یه چیزی شبیه یه فیلم هندی اتفاق میفته، فقط چند تا درخت کم داره دیگه، هر کسی یه حرکتی میکنه و بعدش هم میگه من نبودم و بعد واسیم تا آخر فیلم ببینیم کی واقعا جرأت این رو داره یا جسارت این رو داره که بیاد با اصول منطقی یا بر اساس اصول فنی یا اخلاقی به حال بیاد بگه آقا ایشون خوبه یا بده. هیچ کس هزینه این رو انگار متحمل نمیخواد بشه. آقای خداداد ما باز هم با شما خواهیم بود اگر اجازه بدید من با آقای حسنی خو صحبت کنم. آقای حسنی خو درباره قرارداد آقای کیروش به نظر شما چهارچوب هایی که باید رعایت شده و قرارداد دقیقی بسته شده، من شنیدم که ایشون دو تا مشاور حقوقی هم همراه خودشون داشتن، ما اینجا قرارداد خوبی بستیم؟ ببینید قرارداد رو فدراسیون فوتبال بسته و از قبل همین کار انجام شده. من وارد مسائل قرارداد اصلا نشدم و بنام نداشتم وارد قرارداد. شما تو اون جلسه که قرارداد رو می‌بستن با آقای کیروش از طرف آقای وزیر تشریف داشتید؟ نه خیر. قرارداد حدود یک سال قبل بسته شده. ما یه تفاهم نامه‌ای رو با هم دیگه بستیم که کمک کنیم. جلسه تفاهم نامه چی تشریف داشتید؟ بله قرارداد از قبل بسته شده. من توریزش وارد نمیشم چون بحث فنیه، اجازه بدید دیگرانی که واردن. بعد این بحث مالیاتیش به کجا رسید؟ بحث مالیاتی تقریبا حل شد دیگه، یعنی قرار شد کی پرداخت کنه؟ ببینید این رو توی خود قرارداد آقای کیروش قبلا پیشبینی شده که فدراسیون فوتبال پرداخت بکنه. ما هم مخالفیم با این کار که اصلا قرارداد رو هر کسی خودش باید پرداخت. آره این اصلا یه اتفاق جدید، زمان شما آقای برانکو رو شما پرداخت می‌کردین؟ ببینید این تو قرارداد قید میشه، شما ننویس بگو خودش بده، وقتی نوشتی باز پرداخت کنی. درسته بله آقای حسنی خوب اسخای میکنم داخل بله کاملا درسته، فرمایش آقای دادخان درسته، این توی قرارداد نوشته شده. در جلسه اخیری هم که ما داشتیم تصمیم گرفته شد که بخشنامه کنه وزارت ورزش که هیچ کس حق نداره مالیات نه بازیکنان رو و نه مربیان رو چه در حوزه باشگاه و چه در حوزه فدراسیون ها به عهده بگیرن و به عهده خودشونه.
درسته. خود اداره مالیات هم به این تاکید داره ما ان شاء الله صفر وای می‌کنیم. خیلی متشکرم. ممنونم. متشکرم. آقای دکتر، این سهم وسیعی از مربیان ایرانی با آقایی که روش مخالفند، حالا دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه، چرا مخالفند؟ ببینی مربیای ایرانی هم حق دارن. به دلیل من بحث فنیشو فکر نمی‌کنم کسی ایشون رو قبول نداشته باشه. چون که اختیاراتی خارج از چارچوب وظایفش بهش دادن، این مشکل پیش میاد. ببین اول منم یه سلام متقابلی خدمت آقای خداداده عزیزی داشته باشم و ایشون هم الان بیاد همینه میگه، مربی دلش هم میخواد پیشرفت کنه، آینده هم مال همین جووناست. ازش بپرسین مخالف کار کیروش کسی نی، میگن اختیاراتی که در اختیار ایشون گذاشتن خارج از چارچوب وظایف. شما موافقید با این نکته؟ بله، من خودم بارها مصاحبه کردم گفتم اگر تو چارچوب یک مربی زمین سبز کیروش اختیار داشته باشه به درد فوتبال ما میخواد. یعنی اختیاراتش فراتر از استاندارده. بله، خارج از چارچوبه. اختیاراتی که بهش دادن امروز میخوام بگیرن، کیروش هم قبول نمیکنه. از نظر مدیریتی چطور میشه کنترلش کرد؟ یعنی که شما همون کاری که دنیا داره میکنه، شرح وظایف یه مربی تو قرارداد نوشته میشه. حالا ما آقای دکتر امشب قرار بود که آقای کیروش هم تشریف بیارن به استودیو گفتگوی ویژه، گفتند که آقای آریان عزیز زحمت کشیدن ترجمه کردن که قرار شده که بعد از اینکه آقای کفاشیان از مشهد برگشتند یه جلسه رو داشتن، اون وقت مهمانشون باشیم در استودیو گفتگوی ویژه. یعنی حق پاسخگویی برای سرمربی تیممون هم محفوظ هست انشالله هفته آینده. ببینید اول آقای نجات زاده بذاری من اینو بگم، جناب آقای حسنی خو آقای خداداد هم رو خط هستن. ببینید اصلا فلسفه ورزش چیه که بخشش فوتباله؟ مگه ایجاد نشاط نیست تو اجتماع؟ مگه حس همبستگی و پیوستگی رو زیاد نمی‌کنه؟ ما از اون موقعی که این وزارت ورزش اومده هر روز درگیر پرسپولیس و استقلال و فدراسیون فوتباله. واقعا شما کار دیگه ای نداری؟ برای چی این همه برای خودتون و مردم و این دو باشگاه و فدراسیون فوتبال مشغله ایجاد کردی؟ هر روز شما ببین چقدر بحث اینه بابا، یه روز مربی رو میخواین نمیخواین تموم کنیم بره. شما نیا کنین یه باشگاهی رو وزارت ورزش اومده به چرخونه به نام پرسپولیس، 7 مدیر اول آورده، 13 تا مربی با کمکاش. خدا شاهده آقای نجف‌زاده نمیخوام اینو، باشگاه پرسپولیس با 25 تا آدم فوتبالیست و 4 تا مربی و سرپرست این همه دنگ و فنگ داره، هی میگن آقای دات‌کام بیاد راهکار بده. راهکار اینی که شما بری، اینی که شما اومدی این کار گرفتین بهتر شده، خب نشده بدین دست کسی دیگه. درسته. آقای دکتر اگه اجازه بدید ما باز هم با خداداد عزیزی صحبت کنیم. آقای عزیزی، شما در جمعی که وزیر ورزش صحبت میکرد که تشریف نداشتین اونجا؟ نه، من دعوت بودم ولی خب چون اینجا گرفتار بودم نتونستم برم. آها، با اون عبارتی که آقای دکتر گفتن که نظرتون چی اصلا کلا در مورد کارلوس کیروش از نظر فنی و چه چیزهایی شنیدی در مورد چارچوب‌هایی که به هر حال گویا فراتر از اونها داره عمل میکنه؟ ببینید اگر باز به ما نگن که آقا مربیای ایرانی کار بلد نیستن یا باید برن فقط کنز بذارن و کاور بدن و این ادبیاتو در مورد مربیای ایرانی استفاده نکنن، که حالا من یه جوونشم، اگر اجازه بدن که ما به عنوان یه نه منتقد، یه کسی که نظرشو میگه نظرمونو بگیم، این اجازه رو بدم، من نظرمو میگم. ما هیچ کدوم اعتقادمون بر این نیست که آقای کیروش بگفته آقای دادگان مربی بزرگی نیست، ایشون خیلی مربی بزرگیه، شکی در موردش نیست. ولی ما هممون، ما کتایی که انتقاد میکنیم، دو تا بحث داریم. یه بحث فنی و نتیجه گیری تیم ملیه که توی 4 سال نگرفته تیم ملی نتیجه، نه در جام جهانی نه در جام ملت ها. یه بحث نوع اختیاراتی که آقای دادگان هم گفت به آقای کیروش داده شده که ایشون میاد راجع به همه چی اظهار نظر میکنه. اگر ما انتقاد میکنیم یه سری تریبون دستشون و قلم دستشون شروع میکنن به کوبیدن ما، که آقا شماها کجای فوتبال بودین که راجع به کیروش انتقاد میکنید؟ الان نمونه بارزش مثلا آقای کیروش اومد گفت مربیای ایرانی هیچی بلد نیستن. حتی مربیای ایرانی خیلی هاشون 99 درصدشون جرئت نکردن از خودشون دفاع کنن. چرا جرئت نکردن آقای عزیزی؟
برای که از طریق یک سری شبکه های تلویزیونی کوبیده میشن و همچنین از طریق اعضای علاقتی که طرفدار کیروشن و میان با یه سری ادبیات زیر سوال میبرن. من خودم رو زیر سوال بردن بارها که آقا شما این پول به استرالیا زدی بابت اون میای از کیروش انتقاد میکنی. من فوتبالیست که بودم نظرمو که میتونم بدم، اگه من خدا داده عزیزی به عنوان یه پیشکسوت فوتبال نظرمو نگم و نمیتونم نظر بدم راجع به کیروش، پس این آقایونی که الان توی فوتبالن و فوتبال میچرخونن، حتی آقایون دست به قلم، حتی آقایونی که برنامه‌های تلویزیونی ورزشی میچرخونن، اینا که اصلا نباید راجع به من اظهار نظر کنن. من حرفم اینه، الان طوری شده که ما هر کدوم انتقاد میکنیم کوبیده میشیم. الان من از آقای حسنی خوب منم گله دارم مثل آقای دادکان. درسته. ایشون توی مستقیما میگن آقا تو فدراسیون هر کی مخالفه، هر کی نمیتونه، حالا مدیریتی کار کنه بره، این به ماها برمیخوره آقای حسنی خوب. درسته. یعنی ماها، یعنی نباید اصلا حرف بزنیم دیگه، سکوت کنیم. ممنونم آقای عزیزی، اگر اجازه بدین من با آقای حسنی خوب هم صحبت بکنم. آقای حسنی خوب، دو تا نکته. یکی یه شایعه‌ای پیدا شده، اینکه به هر حال انتخاباتی در پیشه و حضور آقای کیروش یا چهره‌های اینطوری خیلی میتونه در سبد آرایی که مقبول هست مثلا تاثیرگذار باشه. یکی نظر شما در این باره چیه؟ و سال دومم رو هم بپرسم با توجه به اینکه معذوریت زمانی داریم و محدودیت، اینکه به نظر شما جلسه روز شنبه باید باشه، جلسه اضطراری که آقای کیروش درخواستش رو کرده با فدراسیون و آقای کفاشیان که ایشون هم مشهد هستن، قراره که چه اتفاقی بیفته و چه صحبت‌های احتمالاً رد و بدل میشه؟ شما خبری دارید؟ خدمت شما عرض کنم، من خدمت آقای عزیز سلام عرض می‌کنم و عرض ارادت دارم خدمت ایشون. من این مطلبی رو بگم، باز من چند بار توضیح دادم، باز دوستان اونو میگن، من به هیچ وجه جسارتی به پیش جسارت نکردم، به هیچ وجه جسارت خدمت دوستان نکردم. بحثم یه بحث مدیریتی بود که آقا انتقاد سازنده است و باید باشه، اصلا انتقاد ما رو پیش میبره، ولی تخریب کردن غلطه. اتفاقا این حرف آقای خودزاده من زدم که اگر قرار شد ما با ایشون کار بکنیم پس دیگه کسی تخریب نکنه، اگه نمیتونه کسی با این فضا باشه بره. آقای حسنی خوب ببخشید، اون بخشی که شما اشاره فرمودید این بود که اگر کسی مخالفه یا نمیخواد حمایت بکنه بره. نه ببینید، چوب داره ترخه ایشون. ببینید شما اگر این نوار رو بگیری این کلام منه. بله. کسی که میخواد انتقاد بکنه، انتقاد که سازنده است، مشکلی نداره. الان صحبت های آقای وزیر مصداق چوبلای چرخ گذاشتن هست یا نه؟ ببینید اون از خودشون سوال کنید. اما بحث شما نمایندهشون مگه نیستید؟ ببینید بحث من اینه که آقا اگر قرار شد با کیروش کار کنیم، این صحبت خود آقای دادخان کردن و آقای عزیزی، اگر قراره با کیروش کار کنیم زمینه رو فراهم کنیم برای کار کردن. درسته، حق با شماست. درسته آیه حسنی خوب، در مورد اون شایعه‌ای که عرض کردم خدمتتون درباره انتخابات آینده و به هر حال فشار بخشی از افکار عمومی، نظرتون در این باره چیه؟ و بعد بریم سراغ جلسه روز شنبه. ببینید بالاخره انتخاب، منظورتون انتخاب رئیس و رئیس فدراسیون؟ نه خیر، فراتر از اون، انتخابات های نزدیک سیاسی. والا تو ذهن بنده که اصلا به هیچ وجه این موضوع نبوده. ببینید بحث قد شد. خب آقای دکتر شما بفرمایید. ببینید آقای نجف‌زاده، کیروش موندنش تو ایران دیگه دست وزیر نیست. خواهشن هر کی هم الان صحبت‌های منو شنید ببینه آینده من درست میگم یا نه. موندن کیروش تو کشور ما، شما یه لفظ نورسادامس برای من استفاده کنید، اینا بدیهیه. موندن کیروش تو کشور ما دیگه دست وزیر نه فدراسیون. آقای کفاشیان واسه یه سرگرمی دوباره درست کنه میگه من شنبه با ایشون جلسه دارم. شما نایب رئیس تو یه جا دیگه گوشتن، دبیر کل تو یه جا دیگه گوشتن، نایب رئیس خانومات رو یه جا دیگه گذاشتن، کمیته ها تو همه رو تغییر دادن، دو تا دستات رو زدن یه شمشیر دادن دست. بیا به مردم راست بگو. نمیخوان برو. درسته. که من شنبه با کیروش جلسه دارم تصمیم میگیرم. به پیغمبر اگه تو بتونی تصمیم بگیری. اجازه بدین آقای نجف، اینو بگم. وزارت هم نمیتونه تصمیم بگیره. رب به دولت. دولتی که میتونه به اینا بگه کیروش بمونه یا نمونه. شما موظفی اخلاقا اگه دیدی صحت گفته های من هست بیای همینجا بگی، من اگرم پیدا نکردی من ریفرنسشو به شما میدم. که دولتی که میتونه الان بگه، حالا برخی معتقدن دفعه پیش هم دولت گفت. بله دولت گفت ایشون بمونه، دوباره باش دعواش.
نه وزیر میتونه بگه بره، نه میتونه بگه بمونه. درسته. فدراسیون هم شنبه مردم گوش ندن، جلسه شد کیروش اومد گفت دوباره فدراسیون اینا برای مردم. اصلا حالا شاید الان آیه کفاشیان هم اگر میبینن برنامه ما رو، من سلام عرض میکنم خدمتشون، ولی وسط دعوا حالا من نمیام یکی دو روز زمان خریدن، این جریانش چیه؟ چون شاید مهم بود این بود که این جلسه اضطراری زودتر تشکیل میشد. اگر اجازه بدید آیه مایلی کوهن هم پشت خط هستن. سلام آیه مایلی کوهن عزیز، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه‌تون، همچنین سایر عزیزان که پشت خط هستن در خدمتتون. آقای مایلی کوهن، شما نظرتون چیه اگر در طول بحث همراه ما بودید؟ بله، اولا من باید یه تسلیت کنم، تسلیت بگم به نصرت درگذشت جناب آقای حسین اسحاقی، یکی از کشی‌نویسان عزیز کشورمون، خدا رحمتشون کنه. بله، به خانواده‌شون جامعه کشی تسلیت عرض می‌کنم. من با بخشی از صحبت‌های در واقع مهمان گرامی برنامه‌تون موافقم، با بخشیش مخالفم. اونجایی که عنوان میشه که این وزارتخونه و این وزیر در واقع ضعیف داره، به نوعی ضعیف عمل میکنه و قرار شد که ما سلایقمون رو دخالت ندیم تو گفتارمون و خیلی صادقانه صحبت کنیم، در صورتی که به نظر من که 35 سال به انهای مختلف در ورزش کشور بودم، مسئولیت های مختلف داشتم، آقای وزیر آقای گودردی یکی از بهترین ها بوده. من الان نه مسئولیتی میخوام نه مسئولیتی خواستم، تمام پستانیم که خواستم گرفتم و داشتم، اینو باید عرض کنم. پس ما بیایم صادقانه صحبت کنیم. ضمنی که الان ایشون فرمودن که در رابطه با که مثلا اینو فلانی گذاشته اونم فلانی گذاشته، خب در مقطعی که خود ایشون رئیس فدراسیون بودن زحمات زیادی هم کشیدن. خب شما نگاه کنین، سیاسی ترین فدراسیون ورزشی ما فدراسیون ایشون بود و اونا هم جای دیگه گذاشته بودن. قائم مقام ایشون خب نایب رئیس اول ایشون آقای سردار یعقوبی بودن، قائم مقام فرمان نیروی انتظامی بودن، آقای آصفی بودن که سخنگوی وزارت امور خارجه بودن، آقای سازگارا بودن. من اگه بخوام براتون بشمارم، ببینید پس صادقانه بدونین که سلایق خودمون رو دخالت بدیم، بیاین تو این قضیه وارد بشیم. مسئله اصلی ما فرصتمون همون، به منم اتفاقا به مجلسی گفتن یه دقیقه بیشتر فرصت نداری، اما من باید عرض کنم این همه شما در واقع زمان در اختیار آقای کیروش و طرفداراش گذاشتین، چه اشکالی داره رسانه ملی بیاد بذاره یه وقتی آقا ما یه سری حرف داریم، نفرات رو مقابل یه سری حرف داره، خیلی منطقی بیاییم صحبتامونو بکنیم، اصلا مشکلی توی زمینه نیستش. بله، من... انشاءالله آقای مایلی کوهن، ما حتما در برنامه‌های بعدی شما رو دعوت خواهیم کرد اگر فرصت داشته باشید که از نگاه شما هم استفاده بکنیم. آقای دکتر یه مطالبی رو فقط مدار آنتن رو میگیرن از ما. منم یه ثانیه واسه اینو جواب بدم، حقمه. بله خواهش. ایشون اشاره کرد بخش صحبت آقای دادخان رو قبول دارم، بخشش رو قبول ندارم، این حق ایشونه، همینجوری که من هیچ موقع صحبت های ایشون رو قبول ندارم کلشو. آقای یعقوبی قائم مقام من بوده، چرا دروغ انقدر؟ آقای یعقوبی مشاور فدراسیون فوتبال بوده، با افتخارم این حرفو میزنم، ریفرنس هایی که میدن این بوده اون بوده، معاون فدراسیون، قائم مقام فدراسیون آقای ناصر نوآموز بوده، نایب رئیس اول. بله، مطالبی که ایشون میگه صادقانه، چون که درش صادقانه نیست، جواب اگر سوالی میشه جوابی میده صادقانه بگه، بگه صادقانه. شما خدا رو شکر گواه دادی که بخشی از صحبت های منو قبول داری، من اون بخشی از صحبت های شما هم که نسبت به من لطف کردی گفتی، من هیچ زمان صحبت های شما رو قبول نشتم. من آدم بدی ام یا شما آدم بدی هستی؟ شما راه خودتو میری، من راه خودمو. بسپرین به مردم که قضاوت کنن که کی صادقه. شما آقای مایلی کوهن رو آنتن میگه قائم مقام، اصلا فدراسیون قائم مقام نداره. درسته، نایب رئیس. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر دادکان.